به نام ایران و با درود به همگی دوستان و یاران، تمامی دوستانی که در اتاق هستند و کسانی که حالا به صورت در آینده این برنامه بازندوخ شده رو در یوتیوب و کانال های جنبش خواهند دید. شوربختانه ما این هفته نتونستیم به خاطر مسئله وارد یوتیوب جنبش بشیم و این رو به صورت لایو این برنامه رو بگذاریم، اما بازندوختمون رو پس از برنامه حتما در روی شبکه های جنبش خواهیم گذاشت و دوستان می توانند اونجا ببینند. این هفته از نشست های جنبش رنسانس در تالار اندیشه هستیم در پیشگاه استاد نژاد و جستاری رو که در پیشگاه ایشون هستیم نامش هست شایسته سالاری یا مردم سالاری. استاد نژاد در پیشگاه شما هستیم، می شنویم. استاد نژاد آوای من رو دارین؟ من آوای شما رو ندارم. سپاسگزارم آرش جان. میوت بودم. درود بر همه دوستان و هماندیشان ارجمند. عنوان جستار امروز شایسته سالاری یا مردم سالاریه. مردم سالاری معمولا در ادبیات سیاسی امروز به عنوان مفهومی متضاد با استبداد عنوان میشه، یعنی میذارن مردم سالاری و نقطه مقابل استبداد، ولی مردم سالاری میتونه در نقطه مقابل شایسته سالاری هم قرار بگیره وقتی مفهوم مردم سالاری نزدیک میشه به فرایاف یا مفهومی به نام عوام سالاری. جریان از این قراره که مردم رو سالار کردن بر امور کشور، با توجه این که مردم یک مفهوم انتزاعی نیست، یک مفهوم عینی است، یک آبجکت، یک واقعیته و شما می توانی بری در خیابان، در کوی و برزن، در میوه فروشی، در اتوبوس مسافربری ایران پیما، در میان کشاورزان ورامین، در میان عرض کنم خدمتون دانشجویان نمیدونم دانشگاه آزاد گلپایگان و افکار متفاوت رو ببینی، آدم‌های متفاوت رو ببینی، رفتار متفاوت رو ببینی. مردم یه مفهوم یک دست نیست و برخلاف اصراری که خیلی خیلی از همیهنان در رسانه‌ها دارن، مردم یک مفهوم مقدس هم نیست. مردم مجموعی است از انسان‌های فرهیخته، از انسان‌های نافرهیخته، انسان‌های درستکار، انسان‌های خلافکار، انسان‌های سفید، انسان‌های سیاه و انسان‌های خاکستری. انسانی که رشوه میده، انسانی که رشوه میگیره، انسانی که خیلی پاکدامنه، انسانی که دلاوره، انسانی که ترسوه و نون به نرخ روزخوره. بنابراین مردم به ویژه در یک کشوری مثل کشور ما با 84-85 میلیون جمعیت و احتمالاً 5-6 میلیون جمعیت خارج از ایران، چیزی بین 85 تا 90 میلیون جمعیت، این مردم یک تن نیست و یک دست هم نیست و همگون هم نیست. اشاره به مردم سالاری و تأکید بر این که مردم سالاری تنها راه نجات کشور و تنها راه اداره کردن مملکته، اینها بیشتر بوی شعار میده و بوی عوام‌زدگی تا بوی واقعیت و خرد و تدبیر. شایسته سالاری یک مفهومی است که امروز درسته خیلی میتونه به کار بیاد و گفته بشه، ولی ریشه در ایران کلاسیک داره، ریشه در ایران پیش از اسلام داره. تأکید بسیار بزرگان ایران زمین بر بکارگیری شایستگان، سرآمدان، فرهیختگان، فرزانگان و نخبگان در جای جای کارهای کشور نشون میده که گرچه مردم باید همچنان که در ایران از زحمت و رنج و مهنت یکسان در هنگام سختی ها و دشواری ها برخوردار بشن، در هنگام خوشی ها هم باید از مزایا و نعمات سرزمینشون برخوردار بشن، از منابع طبیعیش، از منابع زیرزمینیش، از فرصت های شغلیش و از وقت و امکان برای
افزایش رفاه و تأمین خوشبختی. اینها هیچ منافاتی با این نداره که ما بگیم همه مردم، تمام مردم شایستگی و سزاواری این که در امور کلان کشور امکان یا قدرت تدبیر و کشورگردانی داشته باشند و ندارند. وقتی میگوییم شایستگان باید سالار باشند و کشور رو راه ببرند، این به این معنا نیست که بقیه مردم که در طیف شایستگان قرار نمیگیرند، جز فرهیختگان نیستند، باید مثلا شهروند درجه دو باشند یا از امکانات کمتر برخوردار باشند. اصلا آن کسانی که متصدیان و مسئولن و باید کشور رو راه ببرن باید شایستگان باشن و هدفشون باید این باشه که کشور رو کلن جلو ببرن، سطح رفاه رو برای همه افزایش بدن، کشور رو صنعتی کنن، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و مسکن و بیمه و اینها رو برای ملت تأمین بکنن که این ملت شامل همه این 80 چند میلیون میشه. بنابراین صحبت از سالاری منظور اون کسانی است که گرداننده امورن، نه اینکه کسی که سالاره اون بالا نشسته بقیه خدمتش رو باید بکنه. تدبیر کار کشور رو باید به دست شایستگان سپرد. و جالب اینه که کسانی که با این حرف مخالفن و اصرار بر مردم سالاری دارن، یعنی همه مردم باید در همه زمینه ها نظر بدن، حتی تو زمینه‌ای که اصلا تخصص ندارن، کیچی حتی بوی از آگاهی و اطلاعات هم ندارن، همونها در زمینه زندگی فردیشون غیر ممکنه که کار رو به غیر از متخصص بسپارن. شما الان یکی از این آقایون یا خانومها قلبش که درد بگیره، سریع پیدا میکنه بهتر متخصص قلب کدوم بیمارستان من رو ببرین اونجا. چرا؟ برای که دیگه مهم نیست الان همسایش همسایه خیلی خوبیه، با هم دیگه خیلی هم پیکنیک میرن، یا همسایه اونوریشون شعله زرد درست میکنه به ایشون میده، بهش محبت داره. او از قلب چیزی نمیدونه. من متخصص قلب میخوام که قلبمو ببینه. هنگامی که ماشینش خراب میشه میپرسه مکانیک خوب کجاست؟ مکانیک خوب و منصف من خودروی خودمو ببرم پلوی اون. نمیاد بگه که هر کدوم از دوستان و رفقا و فامیلای من و هر کدوم از همشهریان من این امکانو باید داشته باشه ماشین منو باز بکنن و یه بلایی سرش بیارن. نمیکنه این کارو. وقتی میخواد خونش رو بده سیم کشی بکنن، سیم کشی برق رو میسپاره دست کسی که لایسنس داره، تجربه این کار رو داره، 20 خونه رو تا حالا سیم کشی کرده. نمیاد بگه آه نه این گونه نیست، ما همه حق برابر داریم، من میرم از تمام دوست و همکارام و همکلاسیانم میپرسم، میام سرهم میکنم چیزی درست میکنم، چون اونا اینجوری گفتن، چون اکثرشون گفتن سیم از رو ببر، مثلا از پشت دیوار نبر، یا مثلا ممکنه بیان بگن که برق سفاز برای خونت بذار، اکثریت گفتن چون سفاز از یفاز بهتره فرضاً. بنابراین کسانی که در زندگی فردی خودشون کار رو به متخصص و کارشناس و شایسته اون کار میسپارن، خیلی جالبه که در دامنه بسیار بسیار مهم کار کشور که نه فقط زندگی 80 میلیون بهش بستگی داره، بلکه زندگی نسل‌های آینده، اون میلیون‌ها تنی که در راه هم که زاده بشن و بزرگ بشن و زندگی کنن هم به اونها بستگی داره. اونجا میگن نه آقا، همه باید اختیاری داشته باشن که در زمینه کشور اظهار نظر بکنن و تعیین کنن که ما قدرت رو در زمینه قوه مجریه یا قوه مقننه مجلس به کی بسپاریم. این هم از تضادهای عجیبی است که در وجود برخی از همیهنان ما هست. اشاره کردم که شایسته سالاری جدا از بحث منطقیش که الان یه گوشه بهش اشاره کردم، کاملا ریشه در ایران شهر داره، در ایران پیش از اسلام. من دو سه نمونه از اینو بگم برای اینکه متوجه بشید که بزرگان ایران زمین چگونه چشم اسفندیار یک جامعه رو شناخته بودن و به شدت اصرار داشتن، پافشاری میکردن که تحت هیچ عنوان دستگاه حکومتی، دستگاه شهریاری تن به عوام سالاری یا مردم سالاری مطلق نده، بلکه کار رو دست خردمندان بسپاره. آغاز میکنم از بزرگترین اندیشمند ایرانی که در دوره بنی امیه
باعث شد که بسیاری از متون پهلوی به عربی ترجمه بشه و تا اندازه زیادی تونست بخشی از فرهنگ ایران رو از نابودی نجات بده و دست کم چون منابع عربی از میان نمی رفت خیلی از اونها رو نگه داره و نهایتا هم توسط دستگاه خلافت کشته شد. دارم درباره روزبه دادبه یا همون ابن مقفع معروف صحبت میکنم. در کتابش به نام ادب صغیر میگه برخردمند است که مردم را در دو طبقه جدا قرار دهد و برای هر طبقه پوششی جداگانه بپوشد. برای طبقه عامه باید که در هر سخنی که میگوید و هر گامی که برمیدارد پوششی از احتیاط و خودداری بپوشد و بی‌پروایی نکند. لیکن برای طبقه خاصان باید که پوشش سختگیری از تن دور کند و پوششی از انس و الفت و همزبانی بپوشد. این میگه حتی سخن گفتن برای عامه هم باید تفاوت داشته باشد با سخن گفتن برای ویژگان. اینقدر شما باید رعایت حال اینو بکنید که در میان عوام در مورد مردم عادی و کمتر آموخته شده و پرورش یافته سخن بگید. فریدون شاهنامه، فریدون اوستا پدر آریایی ها است. در حقیقت سه فرزند او ایرج و سلم و تور آغاز پدید آمدن سه تبار ایرانی از ایرج، تورانی از تور و سرمتی از سلم هستند. بنابراین او را می شود پدر همه تباران آریایی نامید. و ببینیم حالا اینجا فریدون چه میگه. فریدون در فارسنامه ابن بلخی ازش روایت میکنه که فریدون گفته فریدون اهل فضل را حرمتی تمام داشتی و جز از اهل فضل ندیم و همنشین او نبودی، سیرتی بنهاد در عدل و انصاف که از آن پسندیده تر نباشد. میگه اصولا شاه فریدون با غیر از اهل فضل، اهل خردمندان، اهل حکمت نشست و برخاست نمیکرد. سخنانش با او بود و تصمیم گیریاش با او بود. این چیزیست که روایت میشه از پدر نمادین به اصطلاح تبار آریایی ها. اردشیر بابکان بنیادگذار ایران ساسانی، خب ازش سخنان قصار زیاد مونده. در نامه تنصر، نامه‌ای که وزیر او تنصر رایزنش در حقیقت، در اون ایده ها و اندیشه های اردشیر رو برای گشسب پادشاه محلی طبرستان در همون اوایل دوره ساسانیان می‌نویسه، ببینیم چه میگه. میگه اردشیر میگوید عهد من با آیندگان این است که مساله خود به خردمندان سپارند اگر چه کارهای حقیر باشند. برای آیندگان داره میگه کار خودتون رو به خردمندان بسپارید، حتی اگه فکر کنون کار بزرگی نیست. اینقدر مسئله سپردن کار به شایستگان مهمه. حالا ما داریم صحبت کشور رو میکنیم و سرنوشت میلیون ها انسان که بسیار اهمیت داره. و میگه حتی برای کار کوچک هم سراغ کسی برید که در دسترس و یا کسانی که جز خردمندان و حکیمان زمان هستن. اردشیر در وصیت سیاسی که به فرزند شاپور یکم داره سخنان خیلی جالبی میگه که من از شاهنامه میخونم. چهار بیته. اردشیر به فرزندش که قرار شاه آینده بشه اینگونه میگه. میگه به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بدآموز را. کار امروز یعنی به فردا نینداز و نزدیک دستگاه حکومتی آدم بدآموزم نه، آدم خلافکارم نزد نزدیک شه. مجوی از دل عامیان راستی که از جستجو آیدت کاستی. از آدم عامی، از عوام، از توده انتظار راستی و درستی خیلی نداشته باش، چون فقط به رنج و زحمت میفتی. نه خسرو پرست و نه یزدان پرست، اگر پای گیری سر آید به دست. مثل اول که مشخصه میگه نه وفاداری به شاه دارن، نه وفاداری به یزدان دارن، خدا پرستن. اگر پای گیری سر آید به دست یعنی آدم های بی سر و پای هستن، یعنی اینقدر فاصله اینها کمه، اینقدر این آدم ها حقیرن
که اگه میخوای پاشو بگیری سرش میاد به دستت. آدم بی سر و پا اصطلاحا این گونه ترسیم شده. چنین باشد اندازه عام شهر، تو را جاودان از خرد باد بهر. خب این وصیتی است که اردشیر بابکان بنیانگذار ایران شهر داره به فرزند شایسته خودش شاپور یکم میکنه. در جای دیگر ما در فارسنامه ابن بلخی میخونیم که درباره شاپور دوم، یعنی شاهی که حدود 100 سال از دوره ساسانیان گذشته و با اقتدار بر قدرت نشسته و شاهی هم است که بیشترین سالهای شاهی رو در ایران داشته، در همه تاریخ ایران هیچ شاهی نشه به اندازه او شاهی کرده باشه. 75 سال از هنگامی که زاده میشه تا 75 سالگی که در میگذرد. در فارسنامه ابن بلخی میگوید شاپور دوم در عدل چنان بودی که بر فرزند خیش ابقا نکردی. یعنی توی مسئله داد و دادگری به فرزند خودش هم تعارف نداشت و پارتی بازی نمی کرد و مشیر و ندیم و مونسه و کسانی بودند که هم به عقل هم به فضل و هوش و زباندانی و آداب نفس آراسته بودندی. یه مجموعی از آدم های فاضل و دانشمند و فرهیخته و نیک رفتار و نیک گوهر رو در پیرامون خودش جمع کرده بود. این می شود آن چیزی که ارزش است برای شاه، و شاه یا دستگاه حکومتی باید اینگونه کشور رو اداره کنه. خیلی جالبه که اردشیر در شاهنامه از این گونه ابیات از بخش تاریخی شاهنامه که منسوب به اردشیر زیاد اومده. اردشیر باز در وصیتش میگه که سر تخت شاهان بپیچد زکار، سر تخت شاهان بپیچد سکار. نخستین زبیدادگر شهریار، دیگر آن که بی سود را برکشد، ز مرد هنرمند برتر کشد. سه دیگر با گنج خیشی کند، بکوشد که دینار بیشی کند. میگه تخت شاهان یا حکومت یا مشروعیت حکومت از سه کار آسیب میبینه. یکی این که شاه بیدادگر، یعنی حکومت بی انصاف، حکومت ستمگر. دوم این که آدمی که هیچ فضیلتی نداره، هیچ ارزشی نداره رو بر بکشه و اون رو بالاتر از مرد هنرمند بگذاره. هنر در متون پهلوی و زبان فارسی در اوایل صدهای هجری به معنای فضله، فضیلته. آدمی که فضیلت نداره رو پایین میذاره، یا آدم بی هنر رو بالاتر از اون میذاره. و سومی هم این که حکومت بچسبه به مال جمع کردن و خیش و نزدیک خودش رو گنج قرار بده، نه مردم و دیگران. این تاکید بر این که شایستگان و فضلا و خردمندان جایگاه بهتری باید داشته باشن برای ابراز نظر، برای بیان دیدگاه و برای تعیین و تصمیم در امور کشور رو در تاریخ ثعالبی خیلی زیبا ما میبینیم. خیلی زیباست. یه بار میخونم، متنش هم ساده هست، نیاز به توضیح و تفسیرم نداره. ثعالبی میگه در کتاب آیین آمده است که برتری مردم بر یکدیگر در روزگار جمشید بر سالهای عمر بود. هر که کهن سالتر بود ارجمندتر بود. اونجا دیگه روی پیشکسوتی و پیری و جوانی بود در زمان جمشید. در روزگار آژیداهاک برتری به مال و ثروت بود. خب از اون نظر که آژیداهاک یا ضحاک چهره منفی است در فرهنگ ایران، میگوید او آمد و مال و منان رو مبنای ارجمندی کرد. در ملک فریدون برتری با مالداری و پیشینگی بود. یعنی در زمان فریدون هم ثروت و هم سن باعث میشد که یه نفر جایگاه بالاتری داشته باشه. در زمان منوچهر ارجمندی بر بنیاد اصالت و قدمت بود. آنچه که اصیل تر بود، کهن تر بود، آن ارجمند تر بود. به روزگار کیکاووس برتری بر خرد و حکمت بود. به روزگار کیخسرو بر دلیلی و حکمت و شایستگی بود. یعنی هم طرف خردمند باشه هم دلیر باشه.
به روزگار لهراس برتری به پاکدامنی و دیانت بود و پس از او در دیگر و پس از او در زمان پادشاهان دیگر برتری به شرافت ذاتی بود و پس از همه آنان در روزگار انوشیروان برتری به مجموع منش‌های گفته شده بود به جز مال که انوشیروان آن را به شمار نمی آورد. یعنی انوشیروان در زمان انوشیروان که دیگه در حقیقت این نگاه به یه پختگی و بلوغ میرسه، میگویند که جایگاه مردم به اصالت، حکمت و خرد، دلیری، پاکدامنی و شرافت ذاتی است و فقط مال رو اون وسط فاکتور میگیرن و نمیذارن داخلش. این در حقیقت آن چیزیست که ما از شایسته سالاری میگیم. شایسته یعنی تو زمینه های صاحب تخصص باشه، آدمی باشه که مصلحت کشور رو بشناسه، آدمیست که ایران رو بشناسه، آدمیست که از یک سلامت روح و روان برخوردار باشه، پاکدامن باشه، آدمی باشه اخلاقی که لکه سیاه پررنگی در زندگیش نباشه. اینها کسانی هستن که باید بتونن تصمیمات اساسی و بنیادین رو برای ایران بگیرن، برای کشور بگیرن. و خیلی جالبه که آن چیزی که ما در فرهنگ ایران گفتیم که من فقط دو سه تا نمونهش رو خوندم، نمونه تا دلتون بخواد زیاده، این است که در عصر جدیدم شما این رو از خیلی از افراد معروف و بزرگان میبینید. مطلبی است که تعارف بر نمیداره. چرچیل نخست وزیر معروف انگلستان میگه که اگر میخواهید از دموکراسی ارزیابی واقع بینانه داشته باشید، کافیست با یکی از هزاران رای دهنده در همه پرسی ها دو سه دقیقه گفتگو کنید. خیلی جالبه. یعنی انگلستان، کشوری که در حقیقت بیشتر زودتر از هر کشوری دیگری در غرب وارد فاز عصر روشنگری و صنعتی شدن شد، نخست وزیر او تازه تو سده 20 وسط قرن 20 داره میگه اگه میخواین ببینین که این دموکراسی چیه، ارزیابیش بکنین، برین موقعی که یه همه پرسی هست، یه انتخاباتی هست، با مردم گره میدن، با برخیشون دو سه دقیقه صحبت کنین، بعد متوجه میشین که چه کسانی با چه سطح بینش پایینی دارن برای همه تعیین تکلیف میکنن، از جمله برای خودشون. یه جمله ای هست از گورویدال. گورویدال نویسنده خیلی نامداری بود در امریکا، داستانهای تخیلی مینوشت، حدود 10 سال پیش درگذشت. یه برنامه ویژه هم من و آقای میبودی داشتیم در تلویزیون پارس فکر کنم در رابطه با گورویدال، چون گورویدال داستانهای تخیلیش خیلی هاش داستان تاریخی بود. و جالب، نویسنده امریکایی که برخلاف موج معمول در دنیای باستان گرایش به ایران داشت، چون میدونید در غرب خودشون رو چون میراثخواران روم و یونان میدونن، همیشه قهرمانانشون رومیا و یونانی ها بودن، فیلماشون، کتاباشون، کارتوناشون، در حالی که حتی نامگذاریاشون. ولی امروز شما، ولی گورویدال کسی است که قهرماناش ایرانی ها بودن و ایرانی ها در داستانهاش آدم خوبه بودن. گورویدال خیلی خیلی جمله جالبی میگه، من ترجمهشو براتون میگم. میگه امروزه سخنرانی های رؤسای کشورها و گردانندگان سیاسی جوامع را برایشان مینویسند. حالا این به کنار، در شگفتم که میبینم اینها میتوانند متن آن سخنرانی ها را از رو بخوانند. داره در حقیقت میگه اینقدر کسانی که به عنوان رهبران کشورها در اینجا و اونجا سردمدار هستن، آدمهای ناتوان، غیر شایسته، ناکارآمدی هستن، که حالا سخنرانی هاشون خودش یکی دیگه براشون می‌نویسه، اون مهم نیست. اصلا من شگفت زده موندم که چطور نمیتونه از روح سخنرانی خودشونو بخونن. یعنی اینقدر این آدمها آدمهای رده پایین و بی سواد و نادانی هستن. بنابراین این چیزیست که امروز هم در اینجا اونجا گفته میشه و روش تأکیدات توسط برخی از رجال سیاسی یا فرهنگی که ترسی ندارن و ابایی هم ندارن که حرفشون رو رک و روشن بزنن در میاد. من یه جمله هم بگم از داریوش همایون که حزب مشروطه رو پیریخت و
چند سال پیش بوده، 12 سال پیش درگذشت. داره همایون در کتاب هزار واژه خودش میگه آیا میباید منتظر واپسمانده ترین لایه های جمعیت از جمله آن چند میلیون قربانی فساد اجتماعی بنشینیم یا گوش به روشن‌ترین عناصر جمعیت بسپاریم و چاره را در بحث‌ها و تلاش‌های آنان جستجو کنیم؟ مردم خودشان می‌دانند که چه کنند و چه نکنند. مردم بسیار هوشیار و آگاه هستند. جملات کلیشه‌ای است که با خود مفهومی کاربردی ندارد. ببینید شما وقتی صحبت میشه الان یه دیدید بلافاصله که مردم خودشون الان روشن‌تر از همیشه هستند، مردم آگاه هستند، مردم نمی‌دونن بیدارن، خود مردم تصمیم بگیرن، اختیار دست مردم باشه. آقای مردم یه تعدادشون قطعا آدمایی هستن که صلاحیت این کار رو دارن، یه مقداری هنوز به اون بلوغ نرسیدن، یه مقداری اصلا از اون فاصله دارن. شما وقتی میبینی کودکان کارتون کشور هست و میگن عده ای از این کودکان کار متاسفانه سوء استفاده جنسی میکنن، اون کسی که از این کودک کار سوء استفاده جنسی میکنه اون جزء مردم نیست؟ اونا مردم دیگه نه؟ وقتی میبینید آماری میدن متاسفانه مددکاران اجتماعی تعداد تجاوز به محارم در ایران افزایش پیدا کرده تو این 20-30 سال، اون کسی که به دختر خودش، به خواهر خودش، به خواهرزاده خودش تجاوز میکنه اونم از مردمه دیگه. اونم مردم تو خیابون میبینیمش که پلنگ که نیست، که گرگ که نیست که بهش میگه مردم. اون کسی که توی خاکسیای اون بره تهران پارس نشسته تا بدنش پر سوراخ تزریق HIV هم گرفته، داره به 10 نفر دیگر هم در روز میده، کارش هم از دیگه دزدی گرگی و تامین مصرف شخصی خودش گذشته، دیگه کارش فقط شده تولید فساد و خرابی و بیماری تو اون کشور، اونم جز مردمه دیگه. آخه نمیشه شما بیا بگی این آدم همونقدر میتونه اظهار نظر بکنه و همونقدر باید تعیین کننده باشه در سرنوشت یک کشور، که یه آدم حسابی که دلش برای کشور سوخته، بدبخت زحمت کشیده، کارآفرین بوده، نمیدونم رفته استاد دانشکده فنی شده، نه رفته یک کشاورز نمونه شده، نه رفته یک سرباز نمونه شده، نه اومده کوشش فرهنگی کرده. آخه اینها با اون آدم اگه شرایط برابری داشته باشن در تعیینش سرنوشت کشور که بهش میگن مردم سالاری، این کجاش داد و انصافه؟ این کجاش اصلا خردمندیه؟ این که بیشوری مطلقه. من باز تأکید میکنم وقتی صحبت از مردم سالاری نه میگیم، به این معنا نیست که یه عده حق و حقوق کشور رو بگیرن برای خودشون، امکانات رو بگیرن برای خودشون. نه، اونها امکان تعیین تکلیف و امکان جلو بردن کشور رو بیشتر داشته باشن تا بتوانن سطح شعور، سطح رفتار، سطح زندگی بقیه مردم رو بالا بیارن. که ما هر چند سال شاهد این باشیم که بخشی درصدی از مردم عوام از عامی بودن خارج بشن و به سرآمدان، به ویژگان، به نخبگان بپیوندن. اینجوری بعد از اینکه شما به جای که توی کشور 2%، 3%، 7% به اصطلاح آدم شایسته داشته باشی، بعد میشه 20%، بعد میشه 40%، بعد شما یه کشوری داری که بعد میشه کم کم افتخار کامل بکنی. مقصود اینه. تعمدن مردم سالاری رو در برابر شایسته سالاری گذاشتم که این روی، این وجه به اصطلاح آسیب پذیر جریان مردم سالاری یا دموکراسی رو برای همیانان روشن کنم که همیشه نباید مردم سالاری رو در برابر استبداد قرار داد، بلکه میتوان مردم سالاری رو در نگاهی بنیادی تر و ژرف‌تر در رویارویی با شایسته سالاری دیدش. خیلی سپاسگزارم از توجه همه دوستان. سپاسگزارم از شما استاد نژاد. من فقط یه مطلبی رو بگم، اگر شناش دوستان میخواهن پرسشی داشته باشن و یه مطلب دیدگاهی رو دارن، حتما در بخش چت 1 بزنن تا گویانه رو به دوستان بدیم و سخنشون رو بشنویم، پرسششون رو بشنویم.